و مجید محمدی جامعه شناس در همین ارتباط از نیویورک همراه ما هستند. آقای محمدی، رخنه فرماندهان سپاه در اقتصاد و صنعت ایران خبر تازه‌ای نیستش، اما دقیقاً واگذاری امور بازرگانی یک دولت به یک سپاهی با چه هدفی صورت گرفته؟ به نظر میاد که دو هدف مشخص رو اینها دارن دنبال میکنن. هدف اول این هست که دستگاه بازرگانی کشور، مدیریت بازرگانی و سیاست‌گذاری بازرگانی در طی 14 دهه گذشته عمدتاً در اختیار نیروهای سیاسی اصولگرا بوده، افرادی که به مؤتلفه نزدیک بودند و سیاست‌های مؤتلفه رو در پیش می‌بردند. سپاه می‌خواد که این بخش رو کاملا در اختیار خودش بگیره. و علت دومش به نظر من زمزمه های جدا شدن امور بازرگانی هست از وزارت صمت، چون اینها در دوره احمدی نژاد ادغام شد. مجلس اخیر در پی این بود که اینو جدا کنه، اما افتاده به مجلس آینده، به احتمال خیلی زیاد این جدا خواهد شد. این گذاشتن یک فرد سپاهی بر سر امور بازرگانی در وزارت صمت در واقع زمینه سازی است برای اینکه وزیر آینده هم یک وزیر سپاهی باشه و سپاه امور بازرگانی کشور رو کاملا در اختیار خودش بگیره. آقای محمدی، حالا غیر از بحث دلایل و منافع اقتصادی و مواردی که شما ذکر کردین، فکر میکنین که دقیقاً هدف از چنین انتخابهایی بیشتر دلایل سیاسی باشه یا دلایل امنیتی؟ من فکر میکنم بیشتر دلایل سیاسی داره. ببینید، در دهه 70 صحبت میشد از اینکه سپاه حدود بالای 60 اسکله غیرقانونی داره. در صحبت‌های کروبی این مکرر در دهه 70 آمده، اما امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. سپاه امروز گلوگاه‌های تجاری کشور رو در اختیار داره. بندر رجایی در بندر عباس، این کاملا در اختیار سپاه هست از مجرای یک شرکتی به اسم تاید واتر. بیشترین سهام شرکت‌های بازرگانی که حدود شاید 1000 شرکت هستن، اینها در اختیار سپاه هست. قرارگاه خاتم بیش از 800 شرکت داره که اینها کاملا در امور بازرگانی فعال هستند. سپاه در واقع سخت افزار بازرگانی کشور رو در اختیار داره، گلوگاه ها رو در اختیار داره، میخواد سیاست گذاری این امر هم کاملا در اختیار سپاه باشه. ببینید، سپاه امروز یک هیولای بسیار بزرگ هست در کشور، که البته هنوز بخش های کوچکی هست که این هیولا در اختیار خودش نگرفته. بخش های قابل توجهی از مجلس، دولت، اینها کاملا در اختیار سپاه هست. بخشای مختلف اقتصادی هم هست. اینها دارن حفره هایی رو که هنوز سپاه نتوانسته کاملا در اختیار خودش بگیره، در این دوره آقای رئیسی دارن یک به یک این حفره ها رو پر میکنن. سپاه یک نهاد تمامیت خواه و یک نهاد پلیسی مافیایی هست و این نهاد میخواهد که چیزی بیرون از دایره اختیارش بالاخص در حیطه سیاست گذاری و سیاسی قرار نگیره. بله، سپاس از شما مجید محمدی جامعه شناس که از نیویورک همراه ما بودید.